به دنبال حملات هوایی اسرائیل، جاده‌های شهر غزه امروز پوشیده از آوار بود. این حملات بعد از تشدید تنش‌ها در بیت المقدس و چندین روز درگیری در مسجد الاقصی واقع شده است. 22 نفر شامل 9 کودک در حملات شب هنگام در غزه کشته شدند. اردوی اسرائیل گفت که 6 فرد ملکی اسرائیلی در پرتاب ده‌ها راکت از سوی تندروان فلسطینی زخمی شدند. از دیروز به این سو حماس و سایر سازمان‌های دهشت افغانی در غزه صدها راکت را بر اسرائیل شلیک کردند. حماس باید بفهمد که ما این دهشت بدون تبعیض را علیه مردم ملکیمان تحمل کرده نمی‌توانیم و اینکه اسرائیل برای محافظت از مردم خود هر آنچی را لازم بداند انجام خواهد داد. این دور خشونت مثل دوره‌های پیشین با ادعاهای ضد و نقیض در خصوص بیت المقدس که مکان مقدس عمده برای مسلمانان، یهودیان و مسلمانان است، تقویت یافت. تا صبح سه‌شنبه حماس و سایر تندروان در غزه بیشتر از 200 راکت شلیک کردند. اردوی اسرائیل ده‌ها حمله هوایی را شب هنگام بر غزه انجام داد که به گفته اردوی اسرائیل تأسیسات نظامی حماس و عملیاتی آن سازمان هدف قرار گرفت. رهبران کشورهای عربی با بیانیه‌های محکومیتشان بعد از بروز درگیری در مسجد الاقصی در بیت المقدس بین پلیس اسرائیل و سطح فلسطینی واکنش نشان داد. وزارت خارجه سوریه و عربستان سعودی با اشاره به درگیری‌ها حملات نیروهای اسرائیلی علیه فلسطینیان را تهاجم غیر منصفانه توصیف کردند. در این حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خواستار توقف هرچه زودتر پرتاب راکت از غزه بر اسرائیل شده است و از طرف‌های درگیر خواسته تا برای کاهش تنش گام بردارند. ما بر وضعیت در اسرائیل، کرانه غربی رود اردن و باریکه غزه تمرکز داریم. ما در خصوص حملات فعلی راکتی عمیقا نگران هستیم. این حملات باید به طور فوری متوقف شود. تمامی جوانب دخیل باید دست از خشونت بکشند، تنش‌ها را کاهش دهند و اقدامات عملی را برای آرام ساختن اوضاع اتخاذ نمایند. سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که سرمنشی این سازمان با نگرانی عمیق تازه‌ترین رویدادهای امنیتی در بیت المقدس را که به گفته او باعث تحریک تشدید خطرناک دیگر خشونت بیشتر می شود دنبال می کند. I can tell you that the Secretary General is following with deep concern the latest security developments. منشی عمومی سازمان ملل متحد با شدیدترین الفاظ حملات راکتی از غزه بر اسرائیل را که گزارش شده حماس انجام داده، به ویژه این حملات بر مراکز افراد ملکی صورت گرفته، محکوم می‌کند. او تمامی طرف‌های درگیر را برای رعایت حداکثر دوری از این خشونت ترغیب می‌کند. راکت‌های شب هنگام و حملات هوایی بعد از درگیری‌های چندین ساعته بین فلسطینیان و نیروهای امنیتی اسرائیلی به شمول درگیری قابل توجه در مکان مسجد الاقصی بیت المقدس صورت گرفت. در جنگ در این شهر مورد منازعه و سراسر کرانه غربی رود اردن بیش از 700 فلسطینی زخمی شدند که تقریبا 500 تنشان در شفاخانه‌ها تداوی شدند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن.